مذاکرات میان وزرای امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در لوزان سوئیس در حال امروز ادامه دارد که اخبار زد و نقیزی درباره توافق احتمالی منتشر می شود. در حالی که خبرنگاران می گویند خود را برای انتشار خبر توافق آماده می کنند، منابع آمریکایی می گویند ایران در آخرین لحظات از برخی جزئیات کلیدی عقب کشیده و منابع نزدیک به ایران نیز می گویند تعهدات دو طرف باید همزمان باشد. سایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه 10 فروردین ماه سخنان علی اکبر ولایتی مشاور رهبر را منتشر کرده که در آن به گروه مذاکره کننده هشدار داده شده است مراقب خودعگری و شگردهای دشمن باشند. آقای ولایتی گفته منظورش از خودعه تغییر موضع است. آقای ولایتی گفته توافق باید متوازن باشد، یعنی اینطور نباشد که ما فعالیت‌هایمان را متوقف کنیم و برداشتن تحریم‌ها موکول شود به چند سال نظارت و ارزیابی آنها. در واقع همانطور که ما در این طرف به تعهداتمان عمل می‌کنیم، آنها هم باید به صورت همزمان به تعهداتشان عمل کنند. همزمان روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در گزارشی با اشاره به سخنان دیشب عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران نوشته است در روزهای آخر ایران از جزئیات کلیدی توافق عقب کشیده و اعلام کرده که حاضر نیست ذخایر اورانیوم غنی شده خود را طبق قرار قبلی به خارج از کشور بفرستد. با این حال یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا در توییتی نوشته است برخلاف آنچه در گزارش نیویورک تایمز آمده است، بر سر این موضوع که با ذخایر اورانیوم غنی شده ایران باید چه کرد، هنوز تصمیمی در اتاق مذاکره گرفته نشده است، حتی به شکل تصمیم‌های غیر قطعی. روزنامه نیویورک تایمز امروز از قول برخی مقامات نوشت اصلی‌ترین راهکار برای حل موضوع مربوط به بحث اورانیوم غنی شده ایران رقیق‌سازی این ماده است. در خبر دیگر یک خبرگزاری روسی به نقل از یک منبع وابسته به هیئت مذاکره کننده ایرانی اعلام کرده است تعداد دقیق سانتریفیوژهایی که ایران میتواند داشته باشد پس از پایان ضرب العجل ماه مارس اعلام خواهد شد. این منبع درباره تعداد 6000 سانتریفیوژ منتشر شده در رسانه‌ها گفته است این رقم به رقمی که در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 مورد بحث قرار گرفته نزدیک است. در نخستین ساعت امروز آلن ایر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از وزیر خارجه بریتانیا گفته بود توافق هسته‌ای قابل دستیابی است، اما همزمان وزیر خارجه آمریکا درباره دستیابی به توافق با ایران در این مرحله از مذاکرات هسته‌ای ابراز تردید کرد. مقامات غربی میگویند جمهوری اسلامی ایران در برابر انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از این کشور مقاومت میکند و بر همین اساس رقیق سازی اورانیوم گزینه‌ای است که میتواند مورد بررسی قرار گیرد. گزارش‌ها از لوزان سوئیس در حالی است که هیئتی از سناتورهای آمریکایی به ریاست سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کنل بامداد یکشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. آقای نتانیاهو در این دیدار گفت در حالی که ایران تهاجم خود برای تصرف تنگه باب المندب را به پیش می‌برد، گفتگوهای هسته‌ای هم طبق معمول ادامه دارد. گفتگو بر سر توافقی که آنگونه که از تمام قرائن موجود برمی‌آید، قرار است راه را برای رسیدن ایران به بمب هموار کند. مخالفت اسرائیل با مذاکرات جاری در لوزان در حالی است که سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه درباره این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده و گفته امروز صبح جلسه فشرده و عمیقی میان وزرای 5 به علاوه 1 و ایران برگزار شد. آقای ریابکوف میگوید دلیل اصلی خوشبینی عزم همه وزرا برای رسیدن به نتیجه در خلال مذاکرات این هفته است. سران اتحادیه عرب در نشست اخیر خود درباره تشکیل نیروی نظامی مشترک به توافق رسیدند. در بیانیه پایانی سران کشورهای اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر آمده است که هدف از تشکیل این ارتش مشترک مقابله با تهدیدهای امنیتی در منطقه است. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب روز پنجشنبه 6 فروردین در یک کنفرانس خبری در شرم الشیخ درباره تشکیل نیروی نظامی مشترک عرب گفته بود این تصمیم پیامی روشن می‌فرستد که کشورهای عرب می‌توانند بر سر طرحی برای دفاع از خود توافق کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس ماه نوامبر سال گذشته میلادی نیز گزارش داده بود که رهبران مصر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده و کویت در حال بحث درباره تشکیل یک ائتلاف نظامی مشترک
با یک نیروی مشترک احتمالی هستند. هدف این پیمان ایجاد نیروی نظامی مشترک برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا در سراسر خاورمیانه است. این پیمان همچنین در خدمت نمایش قدرت و ایجاد موازنه در برابر ایران رقیب سنتی این کشورها در منطقه می باشد. حملات نیروی هوایی عربستان سعودی و همپیمانانش به مواضع تحت کنترل حوثی‌ها در یمن امروز نیز ادامه یافت. در پنجمین روز از عملیاتی که عربستان آن را طوفان قاطع نامیده، دو پایگاه هوایی و کاخ ریاست جمهوری در صنعا مورد حمله قرار گرفته است. جنگنده‌های ائتلاف نیز یک پایگاه هوایی در استان معرب و یک پایگاه هوایی در استان الحدید را در یمن مورد حمله قرار دادند. همچنین شبکه الجزیره اعلام کرده که جنگنده‌های عربستان سعودی کاخ ریاست جمهوری در صنعا را بمباران کردند. سفیر عربستان در آمریکا روز یکشنبه ضمن بیان اینکه گزینه حمله زمینی به یمن منتفی نیست گفت تحولات یمن جنگ نیابتی ریاض با تهران نیست. عادل الجبیر روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت این جنگی برای محافظت از مردم یمن و دفاع از دولت مشروع آن در برابر گروهی است که متحد حزب الله لبنان است و توسط آن حمایت می شود. اما من اسم آن را جنگ نیابتی نمی گذارم. سفیر عربستان سعودی در آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا ریاض و تهران می توانند به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای با هم همزیستی داشته باشند گفت این موضوع به عهده ایرانی هاست. ما با موارد زیادی از تجاوزهای ایران علیه ریاض مواجه شده ایم، اما حتی یک مورد از تجاوز عربستان به ایران وجود ندارد. ما به سوی ایرانی ها دست دوستی دراز کردیم، اما طی 35 سال گذشته آنها دست رد به سینه ما زده اند. همزمان ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن که در ریاض به سر میبرد گفت حمله نظامی 10 کشور عربی به رهبری عربستان توانست از رسیدن هواپیماهای ایرانی که حامل سلاح برای حوثی ها بودند جلوگیری کند. آقای یاسین در کنفرانس خبری پس از اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ گفت این حملات خط هوایی که از تهران به یمن می آمد را قطع کرد و این در حالی است که پیش از این حداقل 2 هواپیما با تجهیزات نظامی به یمن می آمد. در تحول دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی این کشور برای پادرمیانی میان طرفین در بحران یمن خبر داده است. همچنین بنابر گزارش‌های رسیده از عدن، کشورهای مختلف در حال خارج کردن اتباع خود از یمن هستند. شیعیان حوثی از مخالفان عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن هستند. آقای هادی پس از تصرف صنعا توسط حوثی‌ها به خلیج عدن در جنوب یمن و سپس به عربستان رفت. به گفته رئیس دفتر وی به محض تعمیر کاخ ریاست جمهوری که در حمله هوایی حوثی‌ها آسیب دیده وی به عدن باز خواهد گشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد آقای هادی را به عنوان رئیس جمهوری یمن به رسمیت می‌شناسد. عربستان سعودی گفته تا زمان شکست دادن حوثی‌ها بمباران ادامه خواهد داشت. در حمله هوایی به شبه نظامیان شیعی مذهب حوثی یمن 10 کشور شرکت دارند و این حملات از حمایت آمریکا و بریتانیا نیز برخوردار است. مصر پس از عربستان از این عملیات پشتیبانی نظامی می کند. مقامات مصر اعلام کردند که 5 کشتی جنگی این کشور در دریای سرخ در آماده باش کامل به سر می برند و 40,000 سرباز این کشور با حمایت جت‌های جنگنده مصر آماده مداخله نظامی هستند. کشورهای کوچک عرب خلیج فارس چون بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی و همچنین کشورهایی چون اردن، مراکش و سودان تنها در عملیات هوایی ائتلاف نظامی علیه مواضع شبه نظامیان شیعی مذهب حوثی یمن شرکت دارند. نیروهای ائتلاف نظامی در مجموع 185 جت جنگنده برای سرکوب شبه نظامیان حوثی یمن در اختیار گذاشتند. این تعداد هواپیمای جنگنده چندین برابر بیشتر از هواپیمایی است که در حال حاضر در عراق و سوریه در عملیات سرکوب جریان تروریستی دولت اسلامی به کار گرفته شدند. در تحولی دیگر وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست سران اتحادیه عرب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به درویی متهم کرد و گفت او در حالی که با حمایت از بشار اسد به بی‌ثباتی در منطقه می‌افزاید نباید از حمایت خود از خاورمیانه سخن بگوید. این انتقاد تون پس از آن مطرح شد
که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که پیام ولادیمیر پوتین در اجلاس سران اتحادیه عرب در مصر خوانده می شود. در آن نامه رئیس جمهوری روسیه از تشکیل کشور فلسطینی حمایت کرده و گفته است به اقدامات دو جانبه و چهار جانبه صلح کمک می کند. سعود الفیصل گفته است آنها از تراژدی در سوریه سخن می گویند در حالی که خود بخشی اساسی از این تراژدی مردم سوریه هستند. آنها حکومت سوریه را برای مقابله با مردم خود مسلح می کنند. او افزوده است امیدوارم رئیس جمهوری روسیه این موضوع را درست کند تا رابطه جهان عرب با روسیه در بهترین سطح قرار گیرد. ایران و ترکیه پیرامون رویدادهای منطقه به ویژه سوریه دارای اختلاف دیدگاه شدیدی هستند. با این وجود دو کشور گویا در یک تفاهم نانوشته پذیرفته بودند که ورای این اختلافات سیاسی مناسبات اقتصادی خودشون رو گسترش بدن. اما این بار در آوردگاه یمن گویا سفارای متفاوتی میان مقامات دو کشور در حال شکل گیری هستش، به نحوی که اگر این تنش ها ادامه پیدا بکنه ای بس اختلافات منطقه‌ای مناسبات اقتصادی رو هم دچار تنش بکنه. اردوغان در حال پیرامون بحران یمن به جمهوری اسلامی هشدار داده که قرار هست به زودی به ایران سفر بکنه تا در دومین جلسه شورای عالی همکاری اقتصادی دو کشور حضور داشته باشه. اما اشاره هم بکنم در ارتباط با یمن طی روزهای گذشته ترکیه سه گام برداشته: ابتدا حمایت لفظی از عملیات هوایی عربستان در یمن، دوم هشدار به جمهوری اسلامی برای خروج از یمن، و سوم امضای 4 تفاهم نامه همکاری نظامی با قطر. اگرچه دستور کار این تفاهم نامه ها به پیش از این برمیگرده، اما روند تحولات منطقه از جمله رویدادهای یمن شاید مزید بر علت شد تا اردوغان این 4 تفاهمنامه رو حتی بدون طرح شدن در پارلمان این کشور امضا بکنه و به روزنامه رسمی ترکیه ابلاغ بکنه، موضوعی که در چه روزهای گذشته باعث اعتراض احزاب مخالف شده، چرا که به گفته اونها هر گونه اعزام نیرو به دیگر کشورها باید ابتدا در پارلمان ترکیه طرح و تصویب بشه. اما بر اساس این تفاهم‌نامه ها ترکیه در قطر نیروی نظامی مستقر خواهد کرد و دو کشور همکاری های نظامی و آموزشی رو آغاز خواهند کرد. جدای از این رشته اقدامات، در چند روز گذشته اردوغان تماس های مکرری رو در مورد بحران یمن با مقامات عربستانی، امریکایی و اروپایی داشته. همینطور در یک مورد هم وزارت خارجه ترکیه تکذیبیه‌ای رو صادر کرده که باید بهش اشاره بکنم. رسانه‌های مصر بیشتر گفته بودن ترکیه خواستار شرکت در اجلاس اخیر اتحادیه عرب بوده، اما این اتحادیه درخواست ترکیه رو نپذیرفته. وزارت خارجه ترکیه امروز گذشته در این باره اعلام کرده که انتشار این اخبار توسط رسانه‌های مصر صحت نداره و این کشور تصمیمی برای شرکت در این اجلاس نداشته. اما در این سو در ایران، علی‌رغم آنکه پس از اظهارات تند اردوغان هم ابراهیم کالین سخنگوی دفتر او و هم محمود بازی وزیر ارتباطات ایران گفته بودند که تغییری در برنامه سفر اردوغان به ایران رخ نداده، اما در یکی دو روز گذشته واکنش ها به سخنان اردوغان در ایران رنگ و بوی دیگه ای گرفته، تا جایی که حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان از وزارت خارجه خواستار لغو سفر اردوغان به ایران شده. همینطور احمد توکلی نماینده مجلس نیست خواستار موضع قاطع از سوی وزارت خارجه در برابر اظهارات اردوغان شده. بروی همونطور که اشاره کردم دو کشور پیشتر در موضوع سوریه اختلاف نظر شدید داشتن، اما با این همه تلاش داشتن به نوعی آستانه تعامل خودشون رو در مورد اختلافات منطقه‌ای بالا ببرن. حالا به نظر میرسه بحران یمن موضوعی است که میتونه روابط دو کشور رو بیش از گذشته دچار تنش بکنه. ترکیه، تلویزیون ایران فردا. محافظه‌کاران فرانسوی به رهبری نیکولای سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه روز گذشته در انتخابات محلی فرانسه به پیروزی رسیدند. پیروزی احزاب راست میانه در انتخابات محلی فرانسه به عنوان نشانه ای از افول سوسیالیست های حاکم بر آن کشور ارزیابی شده است. ارزیابی های اولیه انتخاباتی نشان می دهد که رأی گیری دور دوم انتخابات در روز یکشنبه با پیروزی هواداران سارکوزی به پایان رسیده و سوسیالیست ها از جبهه مانوئل والز نخست وزیر فرانسه
نزدیک به نیمی از نمایندگان خود را در شوراهای شهری از دست دادند. راستگرایان طی دور اول انتخابات در هفته گذشته توانسته بودند 36% آرا، سوسیالیستا بیش از 28 و جبهه ملی حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن بیش از 24% آرا را کسب کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید حزب راست افراطی با وجود موفقیت هایی که با استفاده از رای دهندگان مصمم خود به دست آورده اما موفق نشده است رهبری حتی یک شورا را در دست گیرد. وزارت کشور فرانسه بر پایه نتایج 66 منطقه از 98 منطقه میگوید محافظه‌کاران در حزب اومپی به رهبری سارکوزی 46% آرا، سوسیالیستا 34% و جبهه ملی 20% آرا را از آن خود کردند. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه از رای دهندگان خواسته بود تا به هر کسی حتی از رقیبان محافظه‌کار رای دهند تا جلوی پیروزی راست افراطی گرفته شود. سارکوزی از سوی دیگر از هواداران خود خواسته بود در صورت نبود نامزدی از حزب اومپی از رای دادن خودداری کنند. مارین لوپن رهبر راستگرایان افراطی نیز با توصیف خود به عنوان تنها اپوزیسیون واقعی در برابر احزاب حاکم گفته است شوراهای جدید به پیروزی در انتخابات آینده یاری خواهد رساند. شمار رای دهندگان بنا به آمار اولیه وزارت کشور فرانسه نزدیک به 42% است که 1% کمتر از دور اول انتخابات است. رای دهندگان برای انتخاب بیش از 4100 نماینده برای مجموع 98 شورا در انتخابات شرکت کردند. نمایندگان به طور مساوی نیمی مرد و نیمی زن در برگه های رای قرار گرفتند تا حضور مساوی مردان و زنان در انتخابات تضمین شود. کاهش آراء حزب سوسیالیست فرانسه از یک سو نشان دهنده نارضایتی شهروندان فرانسوی از سیاست های حزب حاکم بر دولت و از سوی دیگر بیانگر پراکندگی احزاب چپ است. اما نگرانی ها از راهیابی نمایندگان حزب راست افراطی به شوراهای شهرستان ها موجب شد تا حزب سوسیالیست فرانسه اعلام نماید در رقابت میان دو نامزد راست لیبرال و راست افراطی از نامزد راست لیبرال حمایت می کند. انتخابات محلی شوراهای فرانسه با هدف بهبود برخی موضوعات محلی همچون مدارس، آموزش و خدمات عمومی در جهت جلب رضایت شهروندان برگزار می شود. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد 42 میلیون شهروند فرانسوی در این دور از انتخابات واجد شرایط رأی دادن بودند. آزادی نامداری مجری سازمان صدا و سیما اخیراً در صفحه اینستاگرام خود عکسی از زیر چشم کبود خود منتشر کرد و مدعی شد که توسط فرزاد حسنی همسر سابق خود کتک خورده است. این سرآغاز جنجالی بزرگ بود که هنوز در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. ازدواج این دو مجری محبوب صدا و سیمای جمهوری اسلامی در افکار عمومی قرار بود مدل مقبول و دلخواه تصویری باشد که رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده و زوجها را به فرزند آوری تشویق و تبلیغ و ترویج ازدواج و فرزند آوری را راه حل همه آسیب‌های اجتماعی شمرده است. اما نه تنها ازدواج فرزاد و آزاد طولانی مدت نشد، بلکه در نوروز 94 تصویر چهره ضرب خورده نامداری بار دیگر موضوع خشونت خانگی در ایران را بر سر زبان‌ها انداخت و جنجالی شد. این روزها از فیسبوک گرفته تا توییتر و پیام‌های وایبری پر شده از واکنش‌های مخاطبان به تصویر منتشر شده از چشم کبود آزاده نامداری، نمونه ای از خشونت خانگی، خشونتی که بر اساس سنت‌های جامعه ایران نباید از چهار دیواری خانه‌ها بیرون بیاید و با آبروی خانواده بازی شود. خانم نامداری در یک پست اینستاگرامی که اکنون حذف شده نوشته بود متاسفم که مجبورم این عکس خصوصی را منتشر کنم. به نوشته بود متاسفم برای رادیویی که آنتن زندهش را میسپارد دست کسی که به نزدیکترین کسش هم رحم نکرد. به تایید دوستانش ازدواج با من فقط یک شو یا یک نمایش بیشتر نبود. به لطف پدرم من حق طلاق داشتم وگرنه شاید الان زنده نبودم.
جدا از اشارات آزادی نامداری به دخالت فرزاد حسنی در جدایی او از تلویزیون و تاخیر چند باره پخش مستندش از سازمان صدا و سیما، آنچه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد و به ویژه توجه فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرد، ادعای خشونت مستمر از سوی فرزاد حسنی و نجات پیدا کردن مجری زن جوان به واسطه در اختیار داشتن حق طلاق بود. در همان اوایل جنجال، رضا رشیدپور دیگر مجری سابق تلویزیون به این ماجرا ورود پیدا کرد و با بیان اینکه ماجرا خیلی خیلی پیچیده است، در یکی از صفحات اجتماعی نوشت باید فضا را آرام کرد، وگرنه فاجعه‌ای در راه خواهد بود. اما افکار عمومی بیش از آن متاثر شده بود که با این توصیه ها دیگر سراغ پیگیری موضوع نرود، ضمن اینکه فعالان حقوق زن یادآور می شدند حالا که زنی جرأت کرده و پرده از خشونت خانگی علیه خود برداشته، نباید دعوت به سکوت و پرده پوشی کرد. فرزاد حسنی هم در این میان ترجیح داد به ادعاهای آزاده پاسخ داد و در جواب خانم نامداری متنی نوشت. متنی که از سوی برخی فعالان حقوق زن تهدیدآمیز و از منظر اعمال زور و قدرت بود، چون در پایان این نامه از همسر سابقش پرسیده بود نظر ایشان درباره گروه‌های سیاسی چیست؟ نظر ایشان درباره عاطفه مادری و عشق به فرزندانشان چیست؟ این سوالات می‌تواند کنایه‌ای به امکان استفاده از برخی اطلاعات شخصی علیه آزادی نامداری باشد، اتهاماتی که در قانون ایران میتواند جرائم سنگینی تلقی شود. آقای حسنی در این نامه نوشته بود مسائل خانوادگی ما به مدیران رسانه چه ارتباطی دارد؟ اساساً ممنوعیت فعالیت ایشان از مراجع دیگر و به واسطه مواردی است که مرتبط با جدایی‌اش از من نیست. در تعطیلات نوروزی آزاده نامداری خبرساز بود و با فاش کردن یک مورد از خشونت خانگی خیلی ها را به این صرافت انداخت تا به این موضوع رایج در ایران بپردازند. حتی رسانه‌های رسمی هم به این موضوع ورود پیدا کردند و در شبکه‌های اجتماعی هم فرصتی فراهم شد تا قربانیان خشونت خانگی از تجربیات خود بنویسند. تجربیاتی که به نظر می‌رسد عمومیت هم دارند، اما هنوز برای علنی شدن با موانع و مشکلات بسیاری مواجهند. نکته دیگر اما در دست داشتن حق طلاق توسط آزادی نامداری بود که بار دیگر لزوم توجه زنان ایرانی به امکانات و فرصت‌های قانونی را یادآوری کرد. اینکه حتی یک زن معروف و محبوب هم ممکن است مورد خشونت خانگی قرار بگیرد و آن وقت است که مواردی مانند حق طلاق به کمکش خواهد آمد. دعوای خانم نامداری و آقای حسنی با جسارت یک زن شناخته شده باعث شد تا خشونت خانگی بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد و مشخص شود که هنوز قب و ممنوعیت خشونت خانگی در جامعه عمومیت ندارد.